قد بکش تا اوج فواره، نگو این ابر بی بارون نمیذاره. 10 اکتبر سال روز جهانی مبارزه با مجازات اعدامه. هر سال فعالین سیاسی در گوشه و کنار جهان دور هم جمع میشن و بر علیه مجازات اعدام مقابله میکنن. اونها اعتقاد دارن مجازات اعدام نه تنها مجازاتی غیر انسانیه، بلکه مجازاتی برگشت ناپذیره. اونها تلاش میکنن که این مجازات رو از نظام قضایی کشورهایی مثل ایران بر بچینن. به مناسبت 10 اکتبر روز لغو حکم اعدام، به فراخوان کمپین برای آزادی توماج صالحی و حمایت ارگانیزیشن ها و احزاب، امروز در مرکز شهر استکهلم جمع شدیم که به این حکم غیر انسانی نه بگیم و خواهان این بشیم که نه فقط ایران و جمهوری اسلامی، تمامی دنیا حکم اعدام رو باید لغو بکنن. به هر صورت یک خواست مهمی که امروز وجود داره در بین مردم مبارز ایران، اقشار مختلف، احزاب سیاسی، لغو حکم اعدام هست. همین چند روز پیش کارزار 24 ساعته برگزار شد که در واقع فعالین مختلف، گروه‌های مختلف اومدن صحبت کردن و بر ضرورت لغو حکم اعدام در تمامی شرایط صحبت کردن. این اکسیون امروز برگزار شده که صدای مردم ایران باشه و بگیم که یک بار برای همیشه حکم اعدام باید به زباله‌دان تاریخ فرستاده بشه. مجازات اعدام در واقع یک قتل دولتیه. کسی که به مجازات اعدام محکوم میشه برای بار دومی که اعدام میشه، برای اینکه قبلا جامعه و حکومت افراد رو به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی به جایی میرسونن، مثلا اگه مبارزه سیاسی علیه وضعیت جاری مبارزه میکنن و دوباره حکومت میخواد اینا رو اعدام کنه، اگر به دلایل به اصطلاح بزههای عادی کسی دست به قتل زده یا مثلا برای بابت قاچاق مواد مخدر، اینو باید خیلی دقت کرد. نکته این، ریشه این چیزی نیست به جز ستمها و تبعیضهای اقتصادی، مشکلات روحی روانی و جسمی و سلامت روح روان. بنابراین اون حکومت مسبب وضعیتی است که فردی به این بزه ها به اصطلاح دست میزنه. حکم اعدام هرگز باعث کاهش این جرم ها نشده، اینو تحقیقات نشون میده و در همه دنیا این تجربه شده. بدون دست بردن به این ریشه ها ما هرگز موفق نخواهیم شد کلیت تبعیض و نابرابری در جامعه از بین ببریم و به صورت درست علیه در واقع مجازات قرون وسطایی و ارتجایی حکم اعدام باشیم. مرگ بر جمهوری اسلامی. سازمان حقوق بشر ایران و کارزار جهانی نه به اعدام در ایران امسال برنامه 24 ساعته ای رو با همکاری کمیته بین‌المللی علیه اعدام برگزار کردند. این برنامه در حمایت از سه‌شنبه‌های نه به اعدام بود. سه‌شنبه‌های نه به اعدام کمپینیه که توسط زندانیان سیاسی در داخل ایران به راه افتاده و بیش از 37 هفته است که ادامه پیدا کرده. هر سه‌شنبه گروهی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های ایران دست به اعتصاب قضا می‌زنند بر علیه مجازات اعدام. سعی میکنیم همونطور که عزیزان گفتن مبارزه رو به خیابون بیاریم، چیزی رو که مردم توی عکس و فیلم میبینن به یک شکل زنده اجراش بکنیم تا اون احساس واقعی بودن رو در واقعیت چه اتفاق میفته در یک عکس کوچیکتر و پرسپکتیو کوچیکتری به مردم اینو نشون بده. انسان ها همیشه جهنم شناخته شده خودشون رو به بهشت ناشناخته ترجیح میدن، چون توش خیلی راحت میشن و آشنا میشن. در نتیجه ما میخواییم فقط این عکسی از این جهنم رو نشون بدیم که شاید کمک بکنه به دوستانی که هنوز بیدار نشدن بیدار بشن. آزاد باید گردن. من در نقش دیکتاتور رژیم جمهوری اسلامی بازی کردم که من خودم به قول افتنی توی این نقش نمیخواستم قرار بگیرم، ولی وقتی توی این نقش خریدم خودم خیلی متاثر شدم. ولی بعد از اینکه دوستان اومدن منو محاصره کردن، به این حالتی به هم دست داد که گفتم که اونایی که دارن کارا رو میکنن واقعا ته قلب این کار دوست ندارن بکنن، چه بهتره همه دستا رو تو دست هم بدیم و واقعا دوست و متحد بشیم. شرکت کنندگان در این تجمع خواستار به تاریخ سپرده شدن مجازات اعدام بودند. در حال حاضر 112 کشور مجازات اعدام را به صورت کامل حذف کردند. 53 کشور هنوز اون را نگه داشتند و 23 کشور جز در موارد بسیار خاص و استثنایی اون را اجرا نمی کنند. به جز چین که آماری در مورد اعدام‌های اون وجود نداره، 90% کل اعدام‌های جهان در ایران، عربستان و مصر انجام میشه. شرکت کنندگان در این تجمع به جد معتقد بودند که اعدام نه تنها یک نقص در سیستم قضایی ایرانه، بلکه جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزار سرکوب و ارعاب استفاده میکنه. هجیر عطاری، استکهلم.